به نام خدا سلام بچه ها حالتون خوبه؟ بچه ها. حالا بریم سراغ مبحث مجموع زاویه ها این مثلث قرمز رنگ خوشگل رو ببینید بچه ها میخوام گوشه های مثلث را رنگ کنم زرد آبی و بنفش حالا میخوام این مثلث رو برش بزنم و قسمت های رنگی رو کنار هم قرار بدم یه خط 180 درجه میکشم و گوشه هایی که برش میزنم روی این خط 180 درجه کنار هم قرار میدم اول زاویر زرد رنگو میارم بعد بنفشه بعد هم آبیه بچه نگاه کنید چه اتفاقی افتاد زوایای مثلث که کنار هم قرار گرفتن با همدیگه یه زاویه 180 درجه تشکیل دادن این یعنی چی؟ آفرین به شما یعنی مجموع زاویه های داخلی مثلث مساوی با 180 درجه است حالا بیاید بچه ها بریم یه مثال ببینید خب این مثلث رو ببینید بچه ها سه تا زاویه داره و هر سه تا زاویهش مشخصه 80 درجه، 50 درجه و 50 درجه حالا بیایید زاویه هاشو با هم جمع کنیم 80 درجه به اضافه 50 درجه میشه چقدر؟ 130 درجه خب بعد 130 درجه به علاوه 50 درجه میشه چقدر؟ 180 درجه پس سه تا زاویه داخلی مثلث رو جمع کردیم و شد 180 درجه حالا با کمک این چیزی که امروز یاد گرفتیم میتونیم یه سری از مسئله ها رو حل کنیم بچه ها. مثل این مثلث که به ما دادن یه مثلثه یه زاویه رو نذاشتن به ما گفتن که اونو شما حساب کنید حالا ما اون قسمتی که علامت سوال گذاشته شده رو میخوایم پیدا کنیم ما میدونیم مجموع سه تا زاویه باید 180 درجه باشه اون دو تا زاویه رو با هم جمع میکنیم 80 درجه به علاوه 50 درجه میشه چقدر 130 درجه حالا اگه 180 رو منهای 130 درجه بکنیم میمونه چقدر 50 درجه پس اون زاویه ای که علامت سوال گذاشته میشه چیه 50 درجه است یه مثال دیگه این, مثلث رو ببینید بچه ها. این مسلس که فقط یه زاویه رو دادن اونم سی درجه است چطور میتونیم با داشتن فقط یه زاویه مسئله رو حل کنیم بچه ها اون زاویه که اون گوشه است زاویه قائم است درسته زاویه قائم هم 90 درجه است حالا ما اندازه دو تا زاویه رو داریم 90 درجه به علاوه سی درجه میشه 120 درجه 180 درجه که کلش باشه 120 تا ازش برداری میشه 60 درجه پس علامت سوال رو پاک میکنیم نویسیم 60 درجه دیدی چه مسئله های جالب و شیرینی رو تونستیم حل کنیم حالا بریم سراغ کتابمون خدا نگهدارتون